سلام دوستان، تو این ویدیو میخواییم با هم دیگه نحوه اجرای اینترو قطعه چشم من رو با هم بررسی کنیم. اگه نوت رو نگاه کنید میبینید که میزان نما 6-8 ده. میزان نمای 6-8 به این معنیه که هر نوت چنگ رو یه ضرب در نظر بگیم. مثلا یه سیاه میشه 2 ضرب یا یه سیاه نقطه دار میشه 3 ضرب. حالا نکته دیگه که اینجا خیلی مهمه تکنیکیه که توی این اینترو استفاده شده که ما بهش میگیم ترمولو پیکینگ. ترمولو پیکینگ به این معنیه که ما امتداد صدای نوت رو و یا کشش نوت رو به جای اینکه صبر کنیم تا صدا فید شه با حرکت رفت و برگشت سریع پیکمون اجرا میکنیم. مثلا نوت ری که توی بخش ابتدایی داریم نوتش یه نوت سیاه نقطه داره. ما به جای اینکه این سیاه رو تکی اجرا کنیم و سه ضرب واستیم میایم با حرکت سریع پیک به صورت رفت و برگشت اون رو اجرا میکنیم. 1 2 3 مثلا کششش 3 ضرب بود، من شمردم 1 2 3. اگر کششش 2 ضرب باشه میشه 1 2. اگر یه دونه ضرب باشه میشه 1. به همین آسونی. نکته دیگه که توی این قطعه وجود داره گام قطعه هست که سی مینوره. همونطور که توی مطالب تئوری که توی پیج گذاشتم یاد گرفتیم، گام سی مینور یعنی گامی که توش نوت فا و دو دیز هستش. برای این هر جا ما فا دیدیم و یا دو دیدیم میدونیم که باید فا دیز یا دو دیز اجرا کنیم. الان شروع قطعه اون یه دونه فا دیزه به یه دونه ره. درسته؟ خب نوت فا دیزمون رو سیم 2 فرت 7 اجرا میشه، نوت ر رو سیم 1 فرت 10 اجرا میشه. بعد نوتای بعدی هستن دو سی دو ر که دومون دیزه، پس میشه فا دیز ر یعنی سیم 2 فرت 7 به سیم 1 فرت 10، بعد فرت 9 فرت 7 فرت 9 فرت 10، دوباره تکرار میشه فرت 9 فرت 7 فرت 9 فرت 10 و بعد دو دیز ر دو دیز سول یعنی 9 10 9 8 رو سیم 2. پس تا الان شده 7 رو سیم 2 10 9 هفت نو ده نو هفت نو ده نو ده نو هشت رو سیم 2. حالا توی اجرای این ترمولو پیکینگ هم استفاده میکنیم. ادامه قطعه یه دونه نوت می داریم سیم 2 فرت 5 میره به نوت 2 دیز سیم 1 فرت 9 و بعد میزنیم سی لا دیز سی 2 دیز، دوباره سی لا دیز سی 2 دیز و بعد می فا دیز می ره. حالا اون ترمولو پیکینگ هم روش سوار میکنیم. اینجوری شد. پس فرت همون شد سیم 2 فرت 5 سیم 1 فرت 9 سیم 1 فرت 7 فرت 6 فرت 7 فرت 9، دوباره تکرار میشه 7 6 7 9، بعد سیم 2 فرت 5 سیم 2 فرت 7 سیم 2 فرت 5 سیم 3 فرت 7. در ادامه از 2 دیز به ر اسلاید میکنیم، بعد از لا به سی و بعد میزنیم دو به کار یعنی سیم 1 فرت 8 سی لا سی لا سول که روی سول ترمولو پیکینگ میکنیم. پس شد دو دیز بره لا به سی دو سی لا سی لا سول سول. فرت ها سیم 2 فرت 2 به 3 سیم 1 فرت 5 به 7 8 7 و بعد میام فرت 10 رو سیم 2، بعد فرت 7 رو سیم 1، دوباره فرت 10 رو سیم 2 و بعد فرت 8 رو سیم 2. پس شد
البته من یه ذره با تزیین هم دارم میزنم دیگه، اون تزیین رو تو نوت نوشتم. توی ادامه از نوت می به فا اسلاید میکنیم و بعد برمیگردیم دوباره به می. ر می فا سی شد. یه بار دیگه میزنم می به فا می ر می فا دیز. سی به کار اینجا اجرا میکنیم سیم 4 فرت 9. پس شد سیم 2 فرت 5 به سیم 2 فرت 7. دور برمیگردم فرت 5، سیم 3 فرت 7، دوباره سیم 2 فرت 5 فرت 7 و بعد سیم 4 فرت 9. تو ادامه از لا دیز به سی اسلاید میکنیم و بعد میایم از می به فا دیز که این لا دیز هست سیم 4 فرت 8 به سیم 4 فرت 9 میشه لا دیز به سی. و بعد اینجا می سیم 3 فرت 9 به سیم 3 فرت 11 و نهایتا یه دونه لا دیز رو سیم 4 فرت 8 و یه آکورد سی مینور. آکورد سی مینور یه باره گرفتم رو باره یه هفت و بعد این دوتا انگشت رو گذاشتم. خب توی بخش بعدی آکورد لا ماژور میزنم، بعد میزنم لا سی لا سی لا سی دو دی سی لا. ببینید لا ماژور، لا ماژور هست باره فرت 5، سه تا انگشت دیگه اون شبیه می ماژور میشن از رو سیم 3. یا میتونید اینا رو توی ویدیوهایی که تو پیج هست پیدا کنید آکورد رو. لا سی لا سی لا سی دو دی سی لا. نفعه بعدی میام سی مینور رو میگیرم، سی مینور باره هفت. نفعه میزنم سی دو دی سی دو دی سی دو دی از ره دو دی سی. کشش های زمانی اون به این شکل، جای سکوت ما این آکورد رو زدیم، دو ضرب بعدیمون چهار تا دولا چنگن که میزنیم لا سی لا سی و بعد لا سی دو سی لا رو به صورت سه لا چنگ میزنیم که میشه با انگوش گذاری یک دو چهار زد یا با انگوش گذاری یک سه چهار، هر دوش درسته. و بعد سی مینور رو میگیرم بازی یه دونه سکوت، به جاش ما سی مینور رو زدیم یه ضرب سکوت، بعد میزنیم سی دو دیز سی دو دیز، باز همون الگوهای ریتمیک سی دو دیز ره دو دیز سی. خود ملودی اینجوری میشه لا سی لا سی لا سی دو سی لا سی دو سی دو سی دو ره دو سی. من اگه میگم دو منظورم همون دو دیزه، پس شد لا سی لا سی لا سی دو سی لا سی دو سی دو سی دو ره دو سی. سریعش خب من پیشنهاد میکنم که این بخش لا سی دو سی لا یا سی دو ره دو سی رو تمرین جداگونه بذارید، پشت سر هم بذارید، مثلا این شکل. بعد به مرور سرعت شو ببریم بالا.